سلام، ارزمندم همتون ساعتمند و بافیت باشین. و لکچر دیگه ما شما انتلیجنت اجنت ای آی امروز خوش آمدین. و در لکچر های گذشته ما شما موضوعات راجع به اجنت خواندیم، خود اجنت معرفی کردیم، اجنت چی است، چند تایپ داره، چی اقسام داره، تمامی موضوعات ما شما کاور کردیم. در لکچر امروز راجع به اینتلیجنت اجنت در خود ای آی صحبت میکنیم که در ای آی ما چند نوع اینتلیجنت اجنت داریم، چند دانه است، چگونه است، ما شما این را روی بحث قرار میدهیم. قبل از اینکه در اینتلیجنت اجنت بیاییم، ما شما یک انتروداکشن به اجنت داریم در ای آی که چی نوع اجنت در ای آی استفاده میشه. شما میدانین زمانی که ما شما یک نظر می داشته باشیم، تا او خرزش نمی داشته باشه، تا کور ما شما با اکشن مبادل نکنیم. امیست که ما شما بعض وقتا خیلی پلانای خوب داریم، اما مهمی است که ما شما او را به عمل در بیاریم، در عمل از او استفاده بکنیم. پس به خاطر ازی که ما شما در artificial intelligence یک نظریه را به عمل بیاریم، ما نیاز به intelligent agent داریم. intelligent agent کار توانه یزیر ایجاد میکنه در artificial intelligence که یک اکشن انجام بده، یک عمل انجام بده، یک عکس العمل انجام بده. پس زمانی که ما شما یک عکس العمل انجام میتیم، یک عمل انجام میتیم، توسط intelligent agent انجام میتیم که اجنت میتونه با ما شما یک دیسیژن بگیره، یک اکت بکنه. یا دیسیژن اجنت میتونه با ما شما یک عمل را انجام بده، یک تصمیمی را انجام بده که با ما شما در خود تصمیم گیری و اکت با ما شما در artificial intelligence کمک میکنه. یک AI میتونه که میتونه از چند بخشای مختلف کنسیست شوه، از چند بخشای مختلف تشکیل شوه، از چند چیزای مختلف میتونه که در هم پیوسته باشه. ما اینجا جنرالی میتونیم دو چیز در تشکیل ای آی روی بحث قرار بدیم که یکی از اینتلیجنت اجنت است و دوم از انوایرمنت است. در خود ای آی ما شما جنرالی فوکس ما شما کار ما شما با دو چیز است. یکی خود اینتلیجنت اجنت است، اجنتی که ما شما بحث میکنیم رویش، و دوم انوایرمنت است، محیط است. محیط خودش اجنت را، یک اجنت زمانی که ما شما کانفیگر میکنیم، یک اجنت ما شما زمانی که ایجاد میکنیم، این نیاز به یک سپیس داره، نیاز به یک انوایرمنت داره تا اکشن های خود در اموج عملی بسازه. ما شما یک ارتفیشل انتلیجنس را میسازیم به خاطر یک انوایرمنت میسازیم، به خاطر یک محیط میسازیم که اینی ارتفیشل انتلیجنس باید در اینی محیط کار بکنه. اینی artificial intelligence در سردی کار میکنه، این artificial intelligence در گرمی کار میکنه، اینی گرمی و سردی وزی یک environment هسته، یا در حالت جنگ کار میکنه، یا در حالت بارانی کار میکنه. اینی تمام environment هست. یک agent زمانی که ما شما میسازیم، این نیاز به environment داره تا action هایی که ما شما میگیم او را عملا در موجه انجام بده. یک مثال ما شما میگیم که یک environment میتونه دیگه agent ها را هم support بکنه، یعنی یک انوایرمنت نمیشه که مطابق با یک اجنت کار بکنه. ما شما میدونیم چند اجنت ها در یک انوایرمنت داشته باشه. مثل انسان ما شما میگیم دست، پاها، گوش، تمام زبان، اینا میتونه در تصمیم گیری های مختلف سهیم باشه. در تصمیم گیری یک کار ما شما انجام میدیم، میتونیم که هم از پا استفاده بکنیم، هم دوستا استفاده میشه، هم گوش ها استفاده میشه، هم چشم استفاده میشه. با این قسم ما شما در یک انوایرمنت میتونیم اجنت های مختلف داشته باشیم. ما شما یک ربات میتونه هم سنسور داشته باشه، سنسور های مختلف داشته باشه، کامرا داشته باشه، از طریق وایس باشه، از طریق خیلی دیگه اجنت هایی که ما شما داریم، از طریق دیگه سنسور هایی که ما شما داریم میتونه که تصمیم بگیره، از انوایرمنت یک چیز را مطالعه بکنه و بعد از او را عملا انجام بده. و به قسم که ما شما در انسان صحبت کردیم، انسان چشم گوش حس میکنه، به همین طریقه به همین را اینتلیجنت اجنت هم از خود سنسور داره. سنسورز مفهوم شمیز مثل که انسان چشم گوش و دیگه سنسورهای مختلف داره. به مقسم ربات هم سنسور داره و از انوارمنت پرسیو میکنه، از انوارمنت معلومات میگیره، از انوارمنت مطالعه میکنه و بعد از او مطالعه که از انوارمنت داشت، بعد از او تصمیم میگیره و عمل که نیاز از صوره انجام میده. زمانی که تصمیم گرفته شد، از انوارمنت یک چیز را پرسیو کرد، یک چیز را گرفت، بعد از اون نیاز تصمیم گرفته شد، امیجه است که اکت میکنه. امیجه ربات اکت انجام میده، کدام اکتی که با اساس دیسیژن برازی میرسه، امو اکت افکتور انجام میده.
مثال اکت که انجام میتن ما شما در انسان ها اگر بین در خود یاد مثال بتیم ما شما دستا داریم پاها داریم تا سو دستا و پاها یک عمل انجام میتیم از یک جای حرکت میکنیم یک چیزی را پوش میکنیم یک چیزی را از یک جای جمع میزنیم یعنی اکسل عمال های مختلف است که ما انجام میتیم گوش بینی چشم به ما میگه که این میجا مثال ما شما یک جای میریم در راه یک بلندی میه به ما میگه که از اینجا یا خیز کن یا سر برو یا تیزتر برو به میز که چشم گوش به مغز میره از مغز به ما شما به پاها و به دستا اکشن میده اکشن همون انجام میده به همه قسم ارتفیشل انتلیجنس هم اکتیویتور دارن اکتیویتورز تصمیمی که ارتفیشل انتلیجنس میگیره اکتیویتورز کورا انجام میده و اکتیویتور مسئول از ایست که تمام اکشن هایی که در ربات ما شما داریم او را در خود انوارمنت او را باید انجام بده ما شما ایجا یک شکل در گذشته در درس های گذشته ایجا خواندیم ببینین ما شما یکی سنسور داریم یکی فکتور داریم انوارمنت اجنت توسط سنسور حس میکنه مثل چشم گوش حس میکنه و بعد از او افکتور یا اکتیویتور کاری که ما شما میخواییم او را انجام میده پس انوارمنت پس سنسورز ما شما گفتیم که مثل چشم گوش ما شما است افکتور مثل پاها و دستای ما شما است که اکشن انجام میده و سنسور سنس میکنه دیگه این موضوع چند دفعه است که تکراری شده ارزو دارم که بفهمین دیگه مشکل دیگه نباشه ما شما دیگه مفهوم یزیده دارم که خود انتلیجنت اجنت در ای آی چی هست در ارتفیشل انتلیجنس ای آی اجنت یک اکتیویتی است که اکشن هایی که نیاز به بسوردن هدف است او توسط ارتفیشل انتلیجنس تصمیم گرفته میشه و او را اجنت انجام میده شارتلی تکرار میکنم در ارتفیشل انتلیجنس ما شما ای آی اجنت به خاطر اکتینگ کدام تصمیمی که ما شما نیاز به بسوردن هدف داریم تصمیم گرفته میشه که اگر ما شما میخواییم به کابل بریم ما شما نیاز تصمیم گرفته شد از این را میریم AI agent تصمیم گرفته شد که از کدام را بره را انتخاب میکنه و بعد از artificial intelligence حرکت میکنه به اون طرف پس به اون طرف حرکت میکنه ایمی artificial intelligence وظیفه ایمیست اکشنه که ما شما میخواییم به دست آوردن گول به دست آوردن هدف ما شما انجام میتیم او را با اساس artificial intelligence تصمیم گرفته میشه و intelligent agent او را انجام میتن intelligent agent ما شما intelligent از این خاطر میگیم که میتونه خودش بیاموزه و بعد از اون پروسس بکنه ما شما میگیم که خود intelligent agent از این خاطر میگیم که میتونه خودش یک چیز را بیاموزه ما شما میگیم که خودش میتونه سنس بکنه سنس به این معنی که چیز را میاموزه و بعد از او پروسس میکنه بعد از او به طرف هدف که ما شما به دست میاوریم حرکت میکنه پس این میز که ما شما در درس های گذشته هم گفتیم یک اجنت دو فانکشنالیتی عمومی داره یکی پرسپت است که توسط سنسورز میشه دوم اکت است که توسط اکتیویتورز میکنه به این معنی پرسپت یک نظر و یک ارزیابی و یک عمل که ما شما توسط سنسورز میخواهی را انجام بده او را حس میکنه و بعد از او اکتیویتور وظیفه‌اش همیست که اکت انجام بده اکشنی که میخواهی او را انجام بده عملی که میخواهی انجام بده توسط اکتیویتور او را انجام بده این هر دو بخشی از اجنت است اجنت هم پرسپ میکنه و هم اکت انجام میده پس ما شما اجنت های مختلف داریم کمپلکس سمپل بخاطر پرابلم استیتمنت خیلی اجنت های خیلی مختلف داریم که شما با نیازهایتان دیزه به مقسم انتلیجنت اجنت دیزاین میشه و به مقسم کار میکنه باسس پرابلم استیتمنت و توانایی که اجنت میتونه یک از محیط پرسیو بکنه از یک محیط مطالعه بکنه ما شما اجنت به 5 کاتگوری تقسیم میکنیم سیمپل رفلکس اجنت مودل بیس رفلکس اجنت گول بیس اجنت یوتیلیتی بیس اجنت لرنینگ اجنت ما شما 5 قسم اجنت داریم سیمپل رفلکس اجنت با اساس پرابلم استیتمنت و توانایی که اجنت داره 5 نوع کاتگوری یا 5 کاتگوری از اجنت داریم سیمپل رفلکس اجنت مودل بیس رفلکس اجنت گول بیس اجنت یوتیلیتی بیس اجنت لرنینگ اجنت تمام از یارا کاور میکنیم در سیمپل رفلکس اجنت کارش امیز که ای با کرنت پرسپشن کارش هست یعنی در سیمپل رفلکس اجنت فعلا در چی حالت است فعلا از محیط چی احوال است ما شما یک اجنت یک ارتفیشل انتلیجنس داریم و او را میخواییم در یک ساحه که ما شما فعلا در اوجا میبریم این نیاز به گذشته نداره
پرسپشن تاریخچه را نمیبینه، فقط کار که ما شما میخواییم انجام بتیم اما وقت از محیط پرسپشن فیلی خود میبینه و وقت سب حرکت انجام میتن. مثال نمیگوید که مثال راه های چیز است، یک سلف درایوینگ کار داریم، یک موتور سلف درایوینگ کار است، این را داره میخواه از یک ولایت به یک ولایت دیگه بره، مثال از کابل میخواه به هرات بره، پس همیجه است که این نمیبینه که مثال دو روز پیش در راه هرات چی گپ بود، فعلا امید ساعت که میخواه حرکت بکنه یک پرسپشن میگیره، یک احوال از محیط میگیره، یک محیط مطالعه میکنه، راه یخک نیست، درا سردی نیست، درا چیز مشکل دیگه نیست، بعد از او کرن پرسپشن را دیده و بعد از او عمل انجام میده. امیز که ما شما میتونیم که یا در زمان سکسفل میتونه که انوارمنت مکمل پرسیبل باشه، یعنی همو وقت مکمل از انوارمنت ای اخذ کرده بتانه، مکمل انوارمنت مطالعه کرده بتانه، بعد از او پرسپشن که از محیط میگیره اجن، بعد از او از خود اکشن رول میسازه که اگر اینی مشکل شد اینی کاره، اگر اینی مشکل شد اینی عمله، اگر اینی مشکل شد تمام پرسپشن خود جور میکنه، بعد از او عمل که است امور انجام میده. پس سیمپل رفلکس اجنت هم شما گفتم میتونیم یا لیمیتد هستن، لیمیتد به خاطر ازی هستن که انتلیجنسی ازی لیمیت مشخص به مو وقت است، به مو کرنت پرسپشن هست، اگر فعلا از محیط چیز عکس نشوه پس این کدام عمل انجام داده نمیتونه. مثال ایده ما شما میتونیم مشکلش هم بگه فعلا شاید از محیط هیچ نوع عکس نشوه، یعنی فعلا اگر سر درایوینگ کار مطالعه بکنیم راه مثال یک عکس میکنه او دقیقا باز است، یک با یک مشکل پیدا میشه، اگر تو فیوچر اجنت فیوچر انترسپشن نداشته باشی و در پاس نداشته باشی پس این خودش یک مشکل است و این مشکل میشه که با ما شما مکمل ارتفیشل انتلیجنس میتونه ناکام بکنه. دو ما شما مورال بیس رفلکس اجنت داریم، یک فایده از این مورال بیس اجنت ای است که تاریخ چرنگ یا کار داره، در مورال بیس رفلکس اجنت با گذشته کار داره، ما شما زمانی که کار میخواییم یک کار میخواییم انجام بتیم این باید در گذشته یعنی در پاست یک چیز برازی باشه، پاست مفهومش همیست که پروگرامر برش چیز گفته امور رو باید در ذهن داشته باشه. مثال ما شما میگیم که سلف درایوینگ کار است از کابل به هرات میره، این دو روز پیش سی روز پیش پروگرامر برازی گفته که دو روز پیش در اینجا اینی مشکل بود، بعد از سلف درایوینگ کار گذشته خود میبینه فیلی خود میبینه و بعد از او عمل خود انجام میده، پس همیست که داخل انترنل ستیت داخل خود میبینه، بعد از او کرنت ستیت دنیا را میبینه، فعلا وضعیت دنیا در چی است، در گذشته چی بوده، و بعد از او ای امو عمل که پرسپشن که از گذشته و فیلی داره امو را انجام میده. که توسط از او ما شما خوبی زیره میتونیم بگم که در از خود گذشته معلومات داره و توسط فعلا کدام وضعیت کس او را خود اپدیت میکنه و بعد از او امو عمل کس توسط اجنت انجام داده میشه، پس همیز که هم از گذشته خبر داره هم از کرنت استیت خبر داره و بعد از او تصمیم مربوط میگیره و عمل موجوده را انجام میده. این را مشما مودل بیست رفلکس اجنت میگیم. سه اون گول بیست اجنت میگیم، این تایپ اف اجنت است که توسط گول بحث میکنه، یعنی هدف میبینه که کدام عمل چی وقت باید انجام داده شود، ای کارن ستیت هم میبینه اما عموماً کارش بابیست که ما هدف چگونه به دست بیارم یا به ما چگونه گفته شده که اونو هدف به دست بیار، این با اساس گول بیست کار میکنه، یعنی ای کس در کارش بابیست که چگونه ما شما گول به دست بیاریم، هدف چگونه به دست بیاریم، با اساس هدف دیزاین میکنه. ای گول بیس اجنت ما شما میتونیم مورال بیس اجنت هم برازی بگویم، یعنی یک استراتژی مورال بیس اجنت است، در اینجا ما شما زمانی که یه خوبی ازی است که اکثر وقت برازی گول 4 5 هدف داده میشه، مثال از هرات ما شما از کابل به هرات میریم 34 راه است، بعد از او با اساس بهترین رای که بیست اکشنی که از کدام را به ما شما موثرتر میاد توسط ارتفیشل انتلیجنس محاسبه میشه و تصمیم گرفته میشه و بعد از او به هدف خود میره، یعنی گول بیس اجنت از خود مورال بیس اجنت است، گذشته را هم میبینه کرنت استیت هم میبینه اما کارش با گول است، هدفش است، هدفش از کدام را به دست بیاورد، کیجا از خود چند چایز میتونه داشته باشه، در یک چند جا
چند راه های مختلف برش داده میشه، بعد از او ارتفیشن انتلیجنس محاسبه خود میکنه کدام راهی که برش بهتر است یا کدام عملی که برشان بهتر به عمول و عمل انجام میده. این اجنت ها از خود چایزای از خود چایز جور میکنه، انتخابا جور میکنه، ما کدام راه انتخاب بکنیم یا کدام عمل انتخاب بکنم که این نیاز به سرچینگ پلانینگ بعد از او اکشن انجام میده. اول سرچ میکنه که کدام راه ها، بعد از او پلان میکنه کدام راه خوبتر و بعد از او عمل مربوطه را انجام میده. کیره ما شما گول بیس اجنت میگیم، با اساس گول کار میکنه. چهارم ما شما یوتیلیتی بیس اجنت میگیم. یوتیلیتی بیس اجنت یک چیز دیگه است که باز یک نقطه بالاتر بالای گول بیس اجنت است. یعنی یک خوبی یک میشورمنت دیگه است که یک اکسترا کامپوننت دیگه است که بالای گول بیس اجنت اضافه میشه. در اینجا زمانی که یوتیلیتی بیس اجنت کار میکنه، فرقش با گول بیسی است که در اینجا هر وقت که عمل انجام میده تمام پاسیبل راه ها را پیدا میکنه، تمام راهایی که امکان داره، تمام عملی که از کدام جاها امکان دارد تمامش را پیدا میکنه و بعد از او توسط یوتیلیتی میشورمنت، اندازه‌گیری که در یوتیلیتی هست، ای در بین چند راههایی که است در بین از یک راه بهتر انتخاب میکنه، یعنی یک راه انتخاب میکنه و بعد از او امور راه را تا آخر ادامه میده. اگر بازم کدام مشکل پیدا میشه بازم یک محاسبه میکنه، باز هم راه بهتر انتخاب میکنه. کار از این با یوتیلیتی است. یوتیلیتی بیس با این معنی یعنی راه های یوتیلیتی های زیاد میبینه، فرصت های زیاد میبینه، با اساس فرصت های زیاد یک فرصت انتخاب میکنه. ما شما میگیم که در یک کلوت ستور هستیم، یک فروشگاه لباس هست. در یک فروشگاه لباس ما شما اگر فرض بکنیم، در اینجا هدف ما شما ای است که ما باید فروشات داشته باشیم و با خود سرمایه گذاری جور بکنیم. اما یوتیلیتی ای است که چگونه کاستومر ساتیسفیکیشن بدیم، چگونه کاستومر را قناعت بدیم. پس همیجه است که از خود اینمی کاستومر ساختن با ما و شما یک سرمایه جور میکنه. پس در اینجا یوتیلیتی همیز که چگونه کاستومر را ساتیسفای بکنیم، این نیاز مکمل در اینجا میبینه که ما چند نوع فرصت داریم که سرمایه خود جور بکنیم. پس فرصت بهتر همیز که کاستومر ساتیسفیکیشن است. اگر مشتری راضی شوه، مشتری باز می آید، باز می آید، باز می آید، پس همین مشتری راضی کردن بر از یک سرمایه است. در بین چند راه هایی که در پروفیت ساختن کمک میکنه، در کالاها اونو راه های بهتر همیز که کاستومر ساتیسفیکیشن است. پس کاستومر ساتیسفیکیشن یوتیلیتی است و با اساس یوتیلیتی خوب این تصمیم میگیره و به می اساس کار میکنه. پس ما شما همیز که زمان که در یوتیلیتی بیس اجنت کار میکنیم، چند فانکشن های مختلف، چند انتخاب های مختلف ما شما دارین و بعد از اون انتخاب هایی که دارین در موبایل از اون انتخابی را سلکت میکنیم که واقع بهتر خوبتر و با ما شما نتیجه میده. پنجم هم لرنینگ اجنت داریم. این اجنت یک فرقش با دیگه اجنت هایی است که یک اکسپیرینس داره و یک آموزش میکنه. زمانی که یک عمل میخواه انجام بده، این پیش از او یک فیدبک میخواه، یک معلومات میگیره، یک لرن میکنه و بعد از او امو کار انجام میده. بخاطر لرنینگ اجنت که کار میکنه، این چهار کمپوننت اصلی داره. اولی از که لرنینگ الیمنت هست. لرنینگ الیمنت از جایی که بخاطر لرنینگ استفاده میشه که او تمام اکسپیرینس که از آموزش، مثال یک چیز را می آموزه، امو اکسپیرینس خود در لرنینگ الیمنت جای میده. دوم کریتیک است. کریتیک امو فیدبک سیستم است که با اجنت میگه چگونه تو کار انجام بده. یعنی ما شما در لرنینگ اجنت چهار پورشن داره. یکی لرنینگ الیمنت است که او می آموزه و او اکسپیرینس خود می سازه. یعنی اجنت از محیط یا جایی که ما شما آرتفیشل اینتلیجنس می خوایم عملی بکنیم از او می آموزه و بعد از او ای یک اکسپیرینس به خود می آموزه. دوم کریتیک است. کریتیک همیست که فیدبک سیستمش است که چگونه با اجنت بگه که اینی کار انجام بده از اکسپیرینس خود، از لرنینگ المنت خود چیزی که آموخته او را در کریتیک فیدبک سیستم میگه که چگونه ایره با اجنت بگه که این کار انجام بده. سوم پرفارمنس المنت است که این تصمیم میگیره که کدام بیرونی آکشن باید گرفته شود. یعنی این تصمیم از ایره میگیره که چگونه ما اینی کار پرفارمنس انجام بده. زمانی که پرفارمنس انجام میده،
امی مربوط یک عمل انجام میده، او اگر بیرونی باشه یعنی در محیط باشه، امی عمل انجام میده با اساس پرفارمنس المنتی که داره. و ما شما ترد شو گفتیم پرفارمنس المنت است. فورد دا لاست وان که ما شما میگیم لرنجن، او پرابلم جنریتور است. پرابلم جنریتور یک فیدبک اجنت است که ای هیستوریه و تصمیت سگشان نو میگه. زمانی که ارتفیشل لرنگ اجنت در ساحه عملا کار خودش شروع میکنه، در وقت مکار ای کدام نوع پیشنهاده از سگشان های نو برز میگه، کدام نوع استودی های نو که برش میگه، فیدبک اجنت که میگه، ای مربوط به پرابلم جنریتور میشه. پس لرنگ اجنت چهار پرشن دار: لرنگ اجنت، کریتکت، پرفارمنس الیمنت و پرابلم جنریتور. اینی چهار بخشی است که لرنگ اجنت لرنگ میکنه، اکسپریانس خود میگیره و بعد از او فیدبک سیستم خود با اجنت یک چیز را میافزه و بعد از او پرفارمنس المنت را انجام میده و خود پرابلم جنریتور بعد از در خود در وقت عملا در کار یک هیستوری و یک پیشنهادات نو ایجاد میکنه. دیگه ما شما پرس آف انتلیجنت اجنت در ای آی داره. چگونه Artificial Intelligence در AI پروسس میکنه، چگونه عملا کار میکنه. مشما اگر سیمپلی بیاییم بگویم این موضوعات خیلی شاره کنیم. یک اجنت کس هست که از انوارمنت پرسیف میکنه توسط سنسورز و بعد از او Artificial Intelligence تصمیم میگیره و توسط اکتیویتور امو کار انجام میده. امی پرسی انتلیجنت اجنت است که شارلی از انوارمنت سنس میکنه، حس میکنه و توسط تصمیمی که انتلیجنت ارتفیشل انتلیجنس میگیره توسط اکتیویتور امو اکشن انجام میده. سنسور خودش میتونه که یک میدیام باشه به خاطر انپوت توسط اجنت که میگیره، یعنی یک مثال یک اجنت یک چیزی را اخذ میکنه، یک چیزی را انپوت میکنه، اینه که پروواید میکنه، اینه که میگیره توسط سنسورز میگیره. مثلا در انسان ها آیز است، چشم است، گوش است، تاچ است، تانگ است، ETC است. و ما قسم در artificial intelligence هم سنسورز، کیمرا است، NLP است، آوتپوت از مختلف سنسورهای دیگه است که این یا در بخش سنسور کار میکنه. و در بخش اکتیویتور ما شما انسان ها دست داره، پاها داره، اکسپریشن داره، دهان داره که توسط از یک اکشن انجام میده. و ما قسم AI agent هم روباتیک آرم است، موتور است، دیگه سافتورهایی که در داخل خود artificial intelligence گریت است و توسط از او اکشن انجام میتن. AI agent کس یک کمبونیشن ساختار ماشینری پارت و فانکشن و کندیشن است که توسط از او یک مکمل پرسی خود عمل خود توسط AI agent او را انجام میتن و او را سولف میکنه. ستیپایی که ما شارلی اگر بگیم که چهار ستیپایی که در خود استپایی که در خود پروسی یا اجنت شامل است، شارل ما شما میگیم که استپ اولی است که از انوارمنت سنس میکنه، حس میکنه، انپوت میگیره، انپوت بایی بارا چی در محیط چی است او را سنس میکنه. ما شما بخیر داخل کلاس موتورای میداشته باشیم که سنسورز میداشته باشه، کامرا میداشته باشه که او از روی کامرا حس میکنه و بعد از اکشن انجام میده. دوم ایرا ابزرویشن میکنه، به خاطر تصمیم گیری ایرا مطالعه میکنه و میبینه و بعد از او تصمیم میگیره. ستپ دوم همیست که زمانی که سنسور حس میکنه، ستپ دوم همیست که ابزرویشن انجام میده و تصمیم میگیره با اساس artificial intelligence بخش تصمیم گیریش. سوم اکشنه که تصمیم گرفته شده او را بعد اکتیویتورز میگه که اکشن مربوطه را انجام بده و اکشنه که برشان گفته شده اکتیویتور امور انجام میده. و بعد از او تایپ آف اجنتک است، اگر رفلکس است، اگر مودل بیس است، اگر لرنینگ است، هر تایپ اجنت کاست از هیستوری و پاست اکشن خود یا سیستم فیدبک داره، کار که انجام داده از روی از او یک تجربه میگیره، به خاطر تصامیم آینده خود یک فیدبک میداشته باشه و بعد از او عملی که امیال انجام داده اگر در آینده شود از یک اکسپیرینس میگیره، این مربوط به تایپ آف اجنت است که چگونه انجام میده. پس همین ستپای است که شانلی ما شما گفته میتونیم یا اجنت چگونه کار میکنه. ما شما در لکچر بعدی سرچنگ شروع میکنیم، بخیر یک موضوع دیگه است که در artificial intelligence خیلی مهم است. پس ما شما در benefits of using intelligent agent خیلی فایده های مختلف داره. ما شما شانلی گفته میتونیم اجنت میتونه کارهای مختلف و باساس تصمیمی که داده میشه که انجام بده. یعنی یک فایدهش همیست که با ما شما نظر میگیره با عمل مبادل میکنه. ما شما یک نظر که داریم توسط intelligent agent او را به عمل مبادل میکنیم.
و اینتلیجنت اجنت مثل سیمپل کامانس کار میکنه، مثل که یک انسان میگه صحبت میکنه و بعد از اکشن انجام میده. مثل الکسا سیری ما شما داریم در آیفون، زمانی که ما سیری برین چیزی که میگن دایرکت اونجا میره. پس اینتلیجنت اجنت خوبیش این نیست که مثل سیمپل کامانس کار میکنه، نیست که تو بر از اون یک پروسی جداگانه یا سخت داشته باشه. سیوم فایدهش این نیست که ما شما میتونیم که تایم اینوالو بکنیم، یعنی ما شما میتونیم در خود اینتلیجنت اجنس از وقت استفاده بکنیم، تایم رو استفاده بکنیم بدون کلاسیک اجنت که دوجا ما شما نمیتونستیم تایم مختلف بکنیم. ولی ما شما میتونیم وقت و زمان بگیم که اینی وقت اینی انجام کار انجام بده و اینی وقت اینی کار انجام بده. چهارم فایدهی است که ای آی اجنت میتونه که یوتیلیتی میشرمنت به ما شما بکنه، که یوتیلیتی مشرمنت پیش ما شما گفتیم که میتونه چند راه های خوبتر انتخاب بکنه در برای ما شما انتخاب ها بده، انتخاب یک، انتخاب دو، انتخاب سه، انتخاب چهار، چند انتخاب های زیاد به ما شما میده که ای به ما شما یک ریلیستیک ایجاد میکنه، یک واقعیت ایجاد میکنه، یک حقیقت ایجاد میکنه. امی بود فواید اجنت. خیلی فایده دیگه داره، ما شما اما در اینجا یک فایده اشاره کردیم، شما دیگه باز میتونین که دیگه هم ببینید. ای بود AI agent که ما شما به خاطر اکشن انجام دادن یک کار یا یک اکشن از این استفاده میکنیم، به خاطر تصمیم گیری و از انوایرنمنت توسط سنسور عکس میکنه و توسط اکتیویتور هم کار انجام میده. ما شما تایپ های مختلف اجنت روی بس قرار دادیم که شما میتونید ببینید چگونه اجنت پروسس میکرد، چگونه فالو میکرد و بنفیتس شام کاور کردیم. و سمی بود لکچر امروزی ما شما، تا لکچر بعدی به خداوند یکتا میسپارمتان. باز هم مشکل جایی که سوال دارین میتونین امرای ما شریک بسازین تا برتان کاور بکنیم. تشکر.